اساسین کرید اودیسه یا رد دد ردپشن 2، مسئله اینه شما کدومو دوست دارید؟ امروز میخوایم این دو گیم رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. My son, you're old enough now. این دوتا گیم شاهکار نزدیکترین شباهت رو به هم دیگه از لحاظ جلوه های گرافیکی و توی بخشی از جاها دارن و میخوایم بدونیم که یوبیسافت خوب عمل کرده یا راکستار. الان شاید پیش خودتون بگید که داداش چی زدی، معلومه که راکستار بهتر عمل کرده، ولی بذارین تا آخرش تمام چیزای این دو بازی رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. برای شروع بریم سراغ شخصیت های بازی و مدل ساختشون. به نظر میرسه مدل شخصیتی توی بازی اساسین کرید اودیسه واضح‌تر و تمیزتر از رد دد ردپشن 2 باشه، ولی مثلا توی طراحی لباس رد دد ردپشن 2 بهتر عمل کرده و واقعیانه تره. در رابطه با اسبا که اصلا این یوبیسافت انگار اسب پلاستیکی ساخته، ولی خب توی رد دد خیلی طبیعی ترن. خدای شما اسبو نگاه کن، مثلا توی رد دد میتونی توده های عضلانی و حتی رگ های اسب رو هم به چشم ببینی و این جزئیات باعث میشه رد دد ردپشن 2 بهتر عمل کرده باشه. اگه به یورت مزنی اسبا با هم دقت بکنیم، موهای اسبا توی اودیسه سیخ شدن، ولی توی رد دد ردپشن 2 کاملا طبیعی به نظر میرسن. مسئله بعدی در مورد بافت بازی هاست. در اودیسه بافت های طبیعی روشن‌تر و واضح‌تر نسبت به رد دد دیده میشن. توی گیم یوبیسافت اصولا هر جا برید آب و هوای خشک رو به چشم میبینید و چون گیم توی یونانه خب منطقیه، ولی توی رد دد انواع آب و هوای مختلف رو ما توی بازی میتونیم ببینیم. نور پردازی. یه خورده سخت راجع به نورپردازی دو بازی صحبت بکنیم. میدونی سرا؟ چون دوتا گیم هر دو از یه سری جهت خوب عمل کردن. مثلا اودیسه افکت‌های خیلی خوبی داره. البته شاید یه خورده زیادی هم باشه، مثل نحوه تابیدن نور خورشید. ولی توی رد دد فضا طبیعی‌تر هستش. بستگی داره که مخاطب چطوری حال می‌کنه. توی صحنه‌های شب سایه‌ها و رنگ‌ها در رد دد واقعی‌ترن. توی رد دد بیشتر توی شب حالت سیاه‌سفید میشه، ولی اودیسه یه خورده به نظرم انیمیشنی‌تره. رنگ‌ها خیلی زیاد توی شب در اودیسه استفاده شدن. البته بستگی داره که هر کی چه سلیقه‌ای داره. سایه‌ها اونقدر با هم فرقی ندارن، ولی توی اساسین به صورت واضح‌تری دیده میشن. اما بریم سراغ جلوه‌های ویژه. اینجاست که تفاوت‌ها کاملا مشخص میشه. چی میگی؟ آتش. خوب نگاه کنید به این. یعنی چیه خدایش؟ حالا اینو ببین. خیلی فرق دارن. اودیسه ریده تو جلوه‌های ویژه اصلا شبیه آتیش نیستش، ولی رد دد گل کاشته. جلوه‌های آبی. اودیسه در رابطه با موج‌هایی که داره قشنگ‌تر شده و خب حس یه دریای واقعی رو به مخاطب دست میده. البته نباید همچین انتظاری از رد دد داشته باشیم، چون شرایط جغرافیای این دو گیم با هم دیگه فرق می‌کنن. نکته دیگه راجع به شکل‌گیری طوفان‌هاست. در شکل‌گیری یه طوفان توی رد دد فضا تاریک‌تر میشه، ولی توی اودیسه اون روشنایی خودش رو باز حفظ میکنه. Who we will become. آخرین ویژگی در رابطه با صداست. اینجا ویدیو از دوتا بازی میبینیم و شما هم نظر بدین که کدوم بازی از لحاظ صداگذاری بهتر عمل کرده. خب تقریبا این مقایسه تموم شد. طبق مقایسه‌ای که داشتیم به نظر من در حالت کلی رد دد ردپشن 2 بهتر بود، ولی خب یه جایی هم اودیسه خوب عمل کرد. نظر شما چیه؟ بچه‌ها اینم در نظر بگیرید که این دو گیم دو دنیای متفاوت هستن، یکی غرب وحشی و یکی دیگه یونان باستان. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با ما بودین. نظراتتون رو در مورد این مقایسه بنویسید و بگین کدوم بهتر بود و چه بازیهای دیگه‌ای رو دوست دارین براتون مقایسه‌شو بذاریم. لایک ساب کامنت یادتون نره. عشقید. خدا نگهدار.